به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید سلام میگویم. همچنان در سفر هستم و در گوشه دیگر از اروپا. به همین دلیل و به همین خاطر در واقع من رو خواهید بخشید اگر طی برنامه در طول برنامه اشکالات فنی رو با نگاه تیزبین خودتون تشخیص بدید. سفر هست و امکانات سفر هم میدونید از نظر فنی کم. امروز یا امشب به وقت تهران 9:30 به وقت اروپای مرکزی 7 بعد از ظهر میپردازیم به آخرین رویدادها در عرصه کارگری ایران. آخرین خبرها رو در این زمینه از آقای منصور اوسانلو خواهیم شنید و بررسی خواهیم کرد مطالبات کارگران گسترده تر از طبقه کارگر در ایران، همه آنان که نقشی اساسی در تولید و گرداندن کشورها به ویژه در ایران دارند، معلمان نیز و بسیاری دیگر، و اینکه چرا حکومت ایران از تأمین مطالبات کارگران، آموزگاران، روزنامه نگاران سر باز میزند، ریشه مشکلات در کجاست. با من و شما هستند همونطور که اشاره کردم در نیمه نخست تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا آقای منصور اوسانلو در نیوجرسی، فعال کارگری و سندیکایی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای اوسانلو عزیز سلام به شما در نیوجرسی. سلام و درود به شما عزیزانم در هر جای دنیا که هستید و هممیهنان ما و همکاران در قسمت فرمان، در خدمت شما هستم. باز من همون سوال همیشگی که این که امیدوارم خبرهای خوبی برای ما داشته باشید در مورد کارگران، معلمان و بقیه افراد زحمتکشی که در ایران همچنان پشت دیوار انقلاب موندن و از انقلاب نه تنها چیزی نصیب اونها نشد، بلکه اون چرا هم که داشتن به مرور دست دراز روحانیت حاکم و مخلفات روحانیت حاکم از سفره آنها به اصطلاح برداشت، حالا سرقت کرد، هر عنوانی برش بوده. مثلا ببینیم آیا خبر امیدوار کننده، خوشحال کننده در این زمینه دارید آقای اوسانلو؟ میدونیم که در کشور ما به راحتی برای طبقه زحمتکش، مزدبگیران، کارگران خبر خوش به این راحتی پدید نمیاد به جز با تلاش و هزینه بسیار زیاد. من میتونم در آغاز خبرهای امروز اشاره بکنم به حرکت بسیار، حالا شما کلمه انقلابم نام بردید، شاید من بگم پیگیرانی کارگران لوله و نورد صفا در منطقه ساوه نزدیک به تهران، که پس از اون که نزدیک به 4 ماه است حقوقهاشون عقب افتاده و قراردادهای کارشون به اصطلاح تمدید نشده و به شکل قرارداد کار رسمی نیست، و همچنین در رابطه با بیمه تامین اجتماعیشون که حق بیمه از حقوق اینا کم شده ولی به حساب صندوق تامین اجتماعی ریخته نشده، در نتیجه بیمه تامین اجتماعی هم مهر تمدید اعتبار به دفترچه هاشون نمیزنه و خودشون و زن و بچهشون میخوان به دکتر مراجعه بکنن، با مشکل بیمه ای روبرو هستن و عدم تامین به اصطلاح پشتیبانی مالی دفترچه هاشون.
به همین دلیل اعتراضات خودشون رو مجددا از نزدیک به 20 روز پیش آغاز کردن، در حالت اعتصاب قرار گرفتن، دست از کار کشیدن به خاطر پرداخت نشدن مطالبات معوقشون و در روزهای اول ماه می و بعد از اون با دیگر کارگران ایران که به اعتراضات وارد شدن وارد اعتراضات شدن و نهایتاً میبینن با توجه به اینکه اگر فقط اعتراضشون به شکل مطرح کردن اعتراض و نامنگاری باشه همه چیز رو از دست خواهند داد و به همین دلیل کارگران متوجه شدن که در پایان تعطیلات نوروزی کارفرما حجم قابل توجهی از مواد اولیه رو از کارخونه خارج کرده به بیرون موقعی که کارخونه تعطیل بوده و کارگران از اون موقع متوجه شدن که دستشون خالی میمونه اگر کارفرما لوازم و مواد اولیه و مسائلی که ارزش مالی و ریالی داره رو خارج بکنه. در نتیجه کارگران از هفته گذشته دقیقاً از 3 روز پیش اقدام کردن به ایستادگی در جلوی کارخونه و رفتن دفتر مثلا قسمت اداری رو گرفتن، انبارها رو گرفتن و خودشون وارد دخالت و مشارکت در مدیریت شدن، حتی میتونیم بگیم به نحوی در مالکیت و خروج ماشین‌های باربری رو محدود کردن و نظارت خودشون رو بر اموال کارخونه گسترش دادن و این 1000 خورده کارگر از ابتدای اردیبهشت تا حالا که به این مرحله اعتراضشون رسیده به نوعی دارن یک راه جدید رو به همه کارگران نشون میدن که بتونن ایستادگی بکنن و حقوقشون رو بگیرن. نیروهای انتظامی ها آوردن تو کارخونه برای که کارگران سرکوب کنن، کارگران رفتن به این نیروهای انتظامی مدارک و اسنادشون رو نشون دادن که بابا 4 ماه کار کردیم حقوق ما نمیدن، وضعیت بیمه ما اینجوریه، حق بیمه ما رو نمیرزن به سازمان تامین اجتماعی و خلاصه موقعی که نیروهای انتظامی با توضیح های کارگران روبرو شدن پذیرفتن حق با اوناست و جالب اینه کارخونه رو ترک کردن و رفتن و اینا بدنه پایین نیروی انتظامی هستن که خودشون هم دچار همین مشکلات و کم حقوقی و گرونی و گرفتاری ها هستن. به هر حال تا الان کارگران مقاومت کردن و اجازه ندادن که دیگه هیچ باری از کارخونه خارج بشه و مدیریت هم به اصطلاح مجبور شده ترک کنه محل کارو و حالا کارگران مرحله جدیدی رو پیش رو دارن که آیا میتونن خودشون تولید رو آغاز بکنن بدون اینکه زیر نظر کارفرما باشن و خودشون مواد تولید شده، لوله های تولید شده رو به بازار و به دست فروشنده ها برسونن و خودشون عملا مدیریت رو تا زمانی که این حقوق 4 ماه عقب افتاده یا بیمه و یا کلن به نوعی در مدیریت مشارکت مستقیم نمایندهاشون داشته باشن تا دیگه اینطور حقوقشون اجحاف نشه. به این دلیل این خبر مهمیه که کارگران یک گام به جلو برداشتن در نوع اعتراضاتشون و حضور در مالکیت و مدیریت کارخونه که شاید اگه خوب اطلاع رسانی بشه به بقیه کارگران ایرانی هم جهتی رو نشون بده که میتونن به نوعی دخالت کنن در مشارکت و مدیریت ها تا حق و حقوق عقب افتاده شون رو زنده بکنن. آقای اوسانلو ببینید انقلاب که اومد با علمدارانش و خیلش و مخلفات و هرچی که بود از شیخ صادق خلخالی گرفته تا ماویستا و لنینیستا و استالینیستا و همه با هم جبهه ملی بخش عظیمیش و همه که اومد بسیاری در موجهای اولیه بسیاری از کارخونجات ایران مصادره شد، بسیاری از کارخونجاتی که سنگ بنای اونها حدود بخواییم انقلاب رو حساب بکنیم بیش از 50 سال پیش از انقلاب گذاشته شده بود با مرارت و سختی و تا اینکه رسیدیم به کارخونجات جدید در زمان رضاشاه سنگ بنای بسیاری از کارخونه ها گذاشته شد تا رسیدیم به دوران جدید و صنایع جدید. این کارخونه های مصادره شده به خود افراد وابسته به حکومت به مرور واگذار شد یا بنیادهای مستضعفین و از این قبیل که هست. آیا شما کارخونه یا تأسیسات صنعتی رو سراغ دارید که در این مسیر
اصطلاح گام های اساسی برداشته باشه، مثلا مثل نورد اهواز، مثل ذوب‌آهن اصفهان حتی که اون به هر حال دولتی بود، مثل ایران ناسیونال، ایران خودرو که آقای برادران خیامی و بعد آقای محمود خیامی هر جا که هستن سلامت اون ادامه دادن، مثل بقیه صنایع خانگی که ساخته شد و و و و بقیه جیپ ایران، همه اینا. آیا سراغ داری؟ من به جرئت میتونم بگم خیر، چرا که واقعیتی که داره نشون میده اون زمان سرمایه گذاری صنعتی و رشد به اصطلاح تولید صنعتی و سرمایه گذاری در جهت تولید خیلی به نظر من میاد اهمیت داشت و پشتیبانی واقعی میشد، در نتیجه بخش بزرگی از بدنه اجتماعی که حتی از روستاها آمده بودند و در اطراف شهرها به عنوان حاشیه نشین به اصطلاح سکنا گزیده بودند، تعداد زیادشون به تدریج جذب این کارخونه‌هایی می‌شدن که ساخته می‌شد و تبدیل می‌شدن به نیروی کار و طبقه کارگر همینجور گسترش پیدا می‌کرد و در کنار اونها بخش‌های صنعتی و بخش‌های تحقیقاتی دانشگاهی و تکنسیان ها، مهندسین و اینا همه با علم سر و کار داشتن و دانش که این علم و دانش رو بیارن توی صنعت و کشور از صنعت مونتاژ رو وابسته کم کم تبدیل داشت میشه به این کشوری همچون که شما اشاره کردید با افتتاح صنایع بزرگی مثل ذوب‌آهن و نورد و پتروشیمی ها و گسترش لوله کشی گاز سراسری و همچنین گسترش صنعت نفت که اتفاقا جالبه، حالا این واقعا تحقیقی هم میخواد، من به عنوان یک کارگر هنوز فرصتش رو نکردم چون همینجا 16 17 ساعت وجدانم دارم کار میکنم و نمیرسم به یه مطالعه حتی، که بیشتر این صنایع بزرگ از طریق مثلا کشورهایی که اون زمان بهشون میگفتن نمیدونم سوسیالیستی و اروپای شرقی و اینا رو درست کردن، اونم با گاز و قراردادهای گاز و بدون پول و تهاتری، و خیلی جالبه که هنوزم اونا به عنوان صنعت مادر هنوز باقی موندن و جمهوری اسلامی از وجود اونا داره خیلی هم استفاده هم سوء استفاده میکنه، ولی حقوق کارگرها رو نمیده. همینطوری که شما به درستی اشاره کردی همه اون کارخونجات هم اینا خودشون گرفتن در چارچوب حکومتی و بعدم سران سپاه و سران بیت رهبری و هیئت مؤتلفه و فدایان اسلام، و هنوزم که هنوز اینا این بساط دستشونه و هر جایی هم که میبینن معامله تجاری و مسکن از ما مثلا کار صنعتی بهتر است، این پولها رو و یعنی ببخشید این صنایع رو به پول نزدیک میکنن. بعدم که واردات وحشتناک کالاهای ارزان قیمت چینی که باعث شده شاید باورتون نشه آمار رسمی است 80% صنایع رو اینا خوابوندن اصلا، در نتیجه خب کارگرها هر روز بیکارتر و مشکلاتشون بیشتر. یه نمونهش الان حتی یه بخشی که سوداوره و اگر به تولید برسه یعنی به مرحله بهره برداری مثلا تو بخش خدماتی حمل و نقل شهری مثل قطار شهری اهواز برسه، روزانه میلیاردها سود این خواهد داشت چون مسافرها همینجور میان و پول میدن و سوار میشن، ولی اینجا میبینیم که 4 ماه باز حقوق کارگرها رو ندادن و کارگرها مجبور شدن جلوی در ورودی کارگاه تعرض بکنن، اعتصاب بکنن، جلوی خروج ماشینالات بزرگ و ماشینالات حفاری و ماشینالات به اصطلاح ریل گذاری های راه آهن رو بگیرن، و بعدش نیروی انتظامی اومده با این کارگرام درگیر شده، بازی کارگر رفته به نیروی انتظامی گفته بابا این وضعیت ماست، بعد کارفرما برای که اعتصابو بشکنه یه سری کارگر جدید آورده، اون کارگر جدید هم این کارگر قدیمی رفتن باهاشون صحبت کردن که بابا وضعیت اینه، شما الان دارین میایید اینجا جای ما، فردا همین بلا سر خودتون میاد، ما با این همه سابقه کارمون اینطوری وضعیت زندگیمون پا در هوا شده. به هر حال الان این اعتصابات به جای رسید که فعلا کارگرای قطار شهری اهواز هم که حکم اخراج 170 نفر از اونا رو کارفرما داده محیط کار رو ترک نکردن و اونا مانع خروج ماشینالات سنگین از کارگاه شدن به عنوان گروگان حقوق عقب افتاده 4 ماهه و بیمه و قراردادهای کارشون،
و گفتم این داره میشه یک روشی که کارگران مقاومت کنن و این بار نه اینکه مصادره بشه چیزی دست دولت، حکومت و مفخورا، بلکه مثل خیلی از کشورهایی که من اینجا بررسی دارم میکنم در خود این آمریکا وجود داره، در کانادا هست، در کشورهای آمریکای لاتین هست، که حتی اروپا، سوئد که به عنوان مشارکت در مدیریت و مالکیت مشارکتی و مدیریت مشارکتی ازش بحث عنوان میشه، که به نوعی کارگران موقعی میبینن یک کارفرما یا نمیخواد یا تواناییشو نداره از اون خرد جمعی خودشون، ابتکارات خودشون و قدرتی که دارن استفاده میکنن در مشارکت در مدیریت، تولید، انتقال و جلوگیری از فساد و دزدی و سودی که هست، که از سرمایه تولیدی و سرمایه‌ای که بایستی به کارگران برگرده که زندگیشون رو تأمین کنه با غذای، پوشاکی، مسکنی، چیزی داشته باشن بتونن دوباره باز تولید نیروی کار کنن، بتونن کار رو ادامه بدن. این روش رو کم کم فعلا تو همین هفته این دو جای مهم، کارگران لوله و نورد صفا و کارگران کیسون یا مترو اهواز برگزیدن و فعلا دامنه این مبارزات ادامه داره بعد از 24 روز و بعد از نزدیک به 20 روز اعتصاب. خب ببینید آقای اوساندو، من یک آدمی رو میشناسم، ایشون شغل بسیار خوبی هم داشت، بسیار حالا درآمدش چقدر بود من نمیدونم، ولی به هر حال شغل محترمی داشت ایشون. خب در تهران و شهرهای دیگه ایران هست چون این شغلایی، به طور فصلی مثلا چه میفروشن، گوجه میفروشن، لبو میفروشن و چیزایی، هر چی که هست مربوط به فصل. ایشون هم تقریبا اون زمان چند سالی میشه گفت از اون زمان ما از ایام انقلاب بزرگتر بود، چون من 28 سالم بود انقلاب شد، من 30-31. ایشون، من چون هر وقت تالار رودکی میرفتیم، چون نزدیک های تالار رودکی از این چیزهای فصلی میفروشن، گوجه و شما تهرانی ها چغال بادم و این چیزها رو خیلی دارید و اینا، تالار رودکی اون نزدیکه، من لبو و فصل زمستون که بود لبو میفروخت، خیلی با این چاق سلامتی هم میکردیم و اول پرسی رو میستادیم یه لبوی با دوستمون. ایشون با انقلاب به سپاه پاسداران پیوست، اعتقادات مذهبی داشتن، بهرحال الان هم تبدیل شدن به مرور به یکی از سرداران پاسداران و یکی از سرمایه‌داران و بخش اقتصادی سپاه پاسداران. من اسم نمیبرم، امیدوارم اگه ایشون بعد صدای منو میشنون یا برنامه میبینن بیان و روزی در برنامه شرکت کنن و توضیح بدن که این ثروت ها رو چه جوری به دست آوردن، به چه شکل به دست آوردن و همه این. اینی که یک کارگر ساده به اصطلاح چه میگن دست فروش، هر عنوانی برش بذاریم، طواف یا هر عنوانی برش بذاریم، وضعیت بهتری پیدا میکنه در اثر انقلاب، این خب بد نیست. انقلاب هم هست، یک لبو فروش ممکنه یا طواف، اجازه بدین چون من تأخیر نمی کنم، این شغلی رو بسیارم محترم، بسیارم عزیز هر کاری که میکنه، ولی به این سرعت به جنرالی تبدیل بشن یا سرداری تبدیل بشن، خب دیگه این دیگه نشد دیگه. و بقیه کارگرها هم به این نسبت وضعیتشون خوب نشد. حالا سوال من این هستش آقای اوسانلوی عزیز، ببینید الان در سپاه پاسداران طیفای پایین هستن، بخورنویری میگیرن یا کاری میکنن یا درآمدی دارن، اینها چطور دلشون میاد که مثلا کارگرانی رو که مطالباتی دارن، معلمانی رو که مطالباتی دارن، اینها سرکوب کنن؟ اینا مگر از کجا اومدن؟ مگر خودشون از میون همین مردم نیومدن؟ بالاخره چطور دلشون میاد در این سرکوب ها شرکت کنن؟ به بالا دستی هاشون چرا نگاه نمی کنن؟ به این سرداران میلیاردی چرا نگاه نمی کنن؟ و بعد به معلمان و کارگران ببینن اینا چی میگن؟ چرا همدست میشن با این میلیاردرها؟ من دوست دارم اینو شما به وضوح بفرمایید. شاید رازی، شاید عقیده، شاید ایدئولوژی، شاید ایمان به خداوند و اسلام، هر چه که هست، رشتی بند ایمان شما بفرمایید.
به نظر من اونطوری که من برخورد داشتم تجربه خودم بود در زندان و بازجوها، چه میدونم شکنجه‌گرا، برخی از پاسداربندها، برخی از مثل کسی که در بهداری و بیمارستان‌های زندان‌های مختلفی که من بودم باهاشون برخورد می‌کردم و بعضی از برخی از همین عوامل سرکوب که به همین جلسات سندیکایی یا به تظاهرات یا ما حمله می‌کردن یا به مجمع عمومی اومدن حمله می‌کردن، خب میشه بگی بخش از این بدنن، حالا اگه پاسدار نبودن نیروی انتظامی یا پلیس امنیت یا نیروهای اطلاعاتی که تقریبا برخی از اونا ریشه هاشون در همون جاییست که شما گفتید. یه چیز کوتاه بگم، اولا کسانی که به قول شما وضعیت مالی خیلی خوب میتونستن پیدا کنن عنوان سپاهی یا نیروهای سرکوبگر حکومتی، خب تعداد بسیار کمی هن از جمعیت 70-80 میلیون نفری ایران، یعنی یک چیز طبقاتی نیست که همه فقیران، کارگران، زحمتکشان اون دوره همشون به این آلاف علوفی که این تعداد به اصطلاح شاید بگیم کمتر از 0.01% جمعیت بهش دست پیدا کردن، تا اونجایی که من خودم تو هم یکی دو سال پیش آمدم و دیدم و میشناسم، مثل شما که یه نفر رو میشناسیم. دومیش این که یک جور از خود بیگانگی حکومت توسط فرمولهای روانشناسی و به خصوص دینی و مذهبیش ایجاد میکنه در ذهن این افرادی که در بدنه برای سرکوب میبره، به علاوه تشدید فشار ترس و یأس در اونها که اگر شما اینها رو، این بلا رو سرشون نیارید، کارگرها رو، دانشجوها رو، مردم معترض رو، اینها یه بلای سر شما خواهند آورد، و دو از پشت سر نیروهای خودمون هم مراقبتون هستن، اونایی که مردم رو سرکوب نکنن خود ما سرکوبشون خواهیم کرد و خود ما اینها رو به زندان خواهیم داشت. نمونه های زیادی داشتیم از کسانی که مقاومت کردن، مردم رو سرکوب نکردن، جوانایی که همین الان جزء پناهنده ها هستن، برنامه هایم از اونا من همینجا دیدم، اگه شد حالا شاید فیلم و اینا شدم بفرستم که شما عزیزانم ببینید، باشون مصاحبه اصلا بکنید، که دست به سرکوب نزده، دست به کشتار نزده، در برابر فرمان غلط مقاومت کردن و خودشون مورد تعرض واقع شدن. حتی برخی هاشون میگن از پشت در بعضی جا که خیلی درگیری سنگین بوده تیراندازی شده طی این سالها و اون افراد کشته یا زخمی شدن. همچنین من الان دو تا گزارش خدمتتون دادم و قبل از اینم در به اصطلاح همه قضیه شرکت واحد ما بودیم که وارد جر و بحث می‌شدیم با این مامورای انتظامی، یا موقعی که کارگران ذوب آهن کردستان همینطور این بحث‌ها رو داشتن و مامورین نیروی انتظامی به قول شما اونایی که از سرگرد و سروان به پایین‌تر درجهشون هست و جزو مردم حقوق بگیر حساب میشن، خودشون جزو اون غارتگرا نتونستن بشن یا نیستن فعلا، خب موقع اینا میان و با صفوف کارگرا برخورد میکنن، با معترضین واقعی برخورد میکنن، میتونن باشون حرف بزنن و حقایق رو بهشون نشون بدن و با زندگی خودشون مقایسه میکنن که بعضی از همونا با زیر ماهی 2 میلیون تومان دارن زندگی میکنن با هزینه بالای 3.5 میلیون تومان در ماه، که اصلی ترین درخواست همه حقوق بگیرها و مزد بگیرهای ایران هست که به بالای خط فقر دریافتیشون برسه، اینها هم جزو اونن. و میبینیم خیلی از جاها موقعی فرصت گفتگوی دو طرفه میشه عقب میشینن، سرکوب نمیکنن. و هم دو تا خبری که خدمتتون دادم، هم در کیسون و هم در لوله صفا در شهر ساور همین دیروز و امروز، میبینیم که اینها درگیر نشدن. حتی در کردستان که این اتفاقات افتاد در رابطه با فریناز و اون قضیه هتل، که همین امروز از سوی همه مدافعان حقوق بشر و همه مردم کردستان یک اعلام اعتصاب سراسری شده بود و از پنجشنبه، یعنی امروز که ما هستیم، از صبح در ایران در کردستان همه شهرها اعلام اعتصاب عمومی و اعتراض عمومی شده بود نسبت به اون دستگیری های از افرادی که اعتراض کرده بودن. بیش از 150-160 نفر دستگیر شدن، 30-40 نفر زخمی شدید شدن و هنوز این حالت اعتراض امروز ادامه پیدا کرد. و دیدیم خیلی از نیروهای حتی انتظامی وارد درگیری با مردم نشدن و سعی کردن تا جایی که میشه به اصطلاح آماری از کشته ها به وجود نیاد و یا دستگیری ها زیاد نشه. یعنی بدنه ای هم که زیر فشاره و خودش فقیر و محرومه خیلی از جاها داره مقاومت میکنه. به هر حال
ترس، یأس، ناآگاهی و ایجاد یه جور شستشوی مغزی برای اینها به طور روزانه که از مردم کاملا خود بیگانه بشن و مردم معترض رو به شکل دشمن و کافر و دشمن خدا و دین ببینن و این افراد رو به هر حال روشون خیلی کار میکنن، هزینه میکنن که تبدیل بشن به عامل سرکوب. ولی گسترش مبارزات و به میدان آمدنها در شهرها، خیابونها، همچون که دیدیم در تظاهرات و اجتماعات سراسری معلمان که در تمام ایران صورت پذیرفت و این اعتراضات کماکان ادامه داره، به شکل زدن اسمس های صدها هزاری به ادارات، به وزارتخونه، به مقامات و همچنین در اصفهان و شهرهایی که معلم ها در تجمعات در مشهد اعلام کردن که امتحانات رو تحریم میکنن و امتحانات رو برگزار نمیکنن و برگه ها رو تحصیل نخواهند کرد و دیدیم در اینجا هم حمله آنچنانی به معلمان نشد، هم از بالا به نوعی دستور دادن هم تو بدنه مقاومت میشه چون 1 میلیون معلم بالاخره فامیل، دوست، اقوام داره و شناخته میشن و فعلا میبینیم که در رابطه با اونها هم سرکوب شدید نشده. یعنی به نظر من میاد با اینکه این همه هزینه کرده حکومت برای تقویت سرکوبگری، خوشبختانه در خیلی از جاها خود این عوامل سرکوب که نزدیکترن به کف جامعه و به خانواده، فامیل، دوست، آشنا، همونجور که شما گفتی در سطح جامعه برخورد دارن، خیلی هاشون در رودرواسی میمونن و اگر محلی باشن درگیر نمیشن. به همین دلیل حکومت جا به جا میکنه و نیروها رو از جای غریبه به جای غریبه، از یه شهر دیگه به یه شهر دیگه، ایه استان به یه استان، ایه زبان، مثلا چه میدونم، از مثلا آذربایجان برای مثلا خوزستان، از خوزستان برای کردستان میبره، که یه مقدار این نشناختن و غریب بودن و از خود بیگانگی اثر بذاره در اینکه دستورها رو اجرا کنن و مردم رو سرکوب کنن و تو رو درواسی آشنایی ها و شناخته شدن های بعدیشون قرار نگیرن. برای حکومت خیلی تمام پول ایران رو داره روی قضیه سرکوب امنیتی، نظامی، اتمی، اینجور چیزا هزینه میکنه. در نتیجه خب تا یه حدی موفق بوده ولی کم کم داره نشون میده دستش اگه خالی بمونه و پول بهش نرسه داره این شرایط تغییر میکنه و حتی عوامل سرکوب هم اونایی که مردم رو به قصد کش میزنن خیلی دارن کمتر میشن. آقای منصور استانلوی عزیز، عرصه بسیار وسیع زندگی کارگران نازنین ایران، معلمان و همه زحمتکشان ایران، آنچه که به نام آنها در جریان انقلاب گرفته شد و آنچه که از سفره اونها ربوده شد و آنچه که در از درآمدهای ملی اونها همچنان به حسابهای شخصی بسیاری از گردانندگان حکومت منتقل شده و میشه، این موضوعات مهمی است. امیدواریم در برنامه‌های آینده باید بپردازیم در ارتباط با خبرهای روز. حتما سپاسی دوباره از شما آقای منصور حسانلوی گرم. سپاسگزارم و بدرود تا روزهای آینده. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظات دیگر. با من و شما هستند آقای جلال ایجادی، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس. سلام به شما. سلام بر شما. آقای ایجادی گرامی، ببینید در بخش نخست برنامه صحبت میکردیم با آقای حسان و راجع به معلمان پرسیدیم. یک حکومت چه مشکلی داره؟ اولو دیکتاتوری و نه یک حکومت مستبد. ریشه مشکلش کجاست که حتی حاضر نیست گوش بده، بشنوه اعتراض مثلا صنفی رو مثل معلمان که نقش بسیار اساسی در جامعه داره. فرق هم نمی کنه ها، یعنی مثلا چه حکومت دینی ایران، حکومت شیعه ایران، چه حکومت شوروی، چه مشکلی کجاست؟ یکی از مشکلات مهمی که در این گونه رژیم‌های دیکتاتوری به وجود میاد،
مسئله خود رعایت منطق دانش آموزی و یا در واقع احترام به کار مربوط به معلمان و آموزگاران و همچنین در ارتباط با دانشگاهیان هستش. همطور که ما میدونیم در زمینه آموزش پرورش در ایران در حوزه کتاب‌های درسی پیوسته و پیوسته اینها به اصطلاح تلاش کردن که کتاب‌ها را مذهبی کنن، اسلامی بکنن و از اون ویژگی آزاداندیشی و ویژگی‌های لایحی در واقع ازش بکاهن و به این ترتیب در واقع کارهای مربوط به مدرسه رو تبدیل می‌کنن به کارهای مربوط به مسجد و قرآن. و از سوی دیگه یک معلم، یک آموزگار از یک سو باید بتونه آزادی کار رو داشته باشه که در چارچوب روش‌ها و متدهای صحیح و مدرنی که امروز در جهان وجود داره ازش برخوردار بشه و همچنین شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی مناسب رو درش به اصطلاح ازش استفاده بکنه که بتونه با به اصطلاح امکانات لازم بچه‌ها رو و نسل جوان رو آموزش بده و اینها رو برای فردا مهیا و آماده بکنه. یک واقعیت هستش که معلمان در ایران بیش از 1 میلیون معلم در ایران هستش، ولی بسیاری از این معلمان ایران از نظر حقوقی، از نظر به اصطلاح آزادی کلام در محیط کاری خودشون محروم هستند و بنابراین یکی از خواستایی هم که پیوسته و پیوسته در حدود سالهای اخیر و از جمله با در حال حاضر از جانب معلمان مطرح شده در ارتباط با مسئله حقوقیشون هستش. خیلی از این معلمان حدوداً یک به اصطلاح حقوق 1,400,000 یا 500,000 تومانی دارن و این متناسب با شرایط ایران و مشکلات اقتصادی ایران نیست. و از سوی دیگر خود این معلم ها بارها خواستن که در زمینه مربوط به معلمانی که در دوره های گذشته دستگیر شدند و در بازداشت هستند اونها آزاد بشن و همچنین از خواسته دیگری که داشتن این بود که در واقع برابری دستمزدی بین زن و مرد به وجود بیادش و هر گونه در واقع تجاوز به حقوق اینها جلوش گرفته بشه. ببینید آقای ایجادی عزیز، به اعتبار تجربه و پژوهش و دانش و عرض کنم خدمت شما استادی جامعه شناسی شما در دانشگاه فرانسه، من این پرسش رو مطرح میکنم برای آشنایی برخی از بینندگان ما که اساسا مفهوم دولت مگر این نیستش که مردم از زمانی که به وجود اومد دولت، مردم اومدن چون به یه کارهای عمومی خودشون نمیرسیدن در دوران معاصر آمدن و یه عده‌ای رو انتخاب کردن، موظفشون کردن، حقوق بهشون دادن که آقا شما به این کارهای عمومی ما برسید. مگر جز اینه مفهوم دولت؟ حالا تعارفات به کنار که بعضی از آقایون در تهران آمدن ما نوکر مردمیم، ولی خب زدن مردم رو هم کشتن، ولی غیر از این که مفهومی نداره. یعنی آقای حسن روحانی، بقیه مخلفات ایشون در حکومت آقای خامنه‌ای، مخلفات آقای خامنه‌ای و مجموعه این نظام مگر مستخدم مردم نیستن؟ مستخدم اون معلم نیستن؟ مستخدم ارژنگ داوودی مگر نیستن؟ مگر در کشوری که شما زندگی میکنین همین آقای هلند که در فرانسه شما هست در اونجا که زندگی میکنین، ما این جرأت داره یا میتونه یکی از این کارهایی که آقای خامنه‌ای میکنه انجام بده؟ مشکل ایران در نظام استبدادی و دیکتاتوری هستش که به کسی نمیخواد در واقع جواب بده. شما اگر در یک نظام دموکراتیکی واقعا قرار داشته باشید، به لحاظ قرارهای انتخاباتی که وجود داره هر دوره‌ای به طور مشخص و هر روزی و هر لحظه‌ای در برابر شهروندان، در برابر روزنامه‌نگاران، در برابر به اصطلاح خود جامعه حکومت ها باید جواب بدن. حالا که در یک نظام های استبدادی و دیکتاتوری و مذهبی مانند ایران این چنین به اصطلاح کاری در دستور رژیم قرار نداره و طبعا درست هستش
مسائل مربوط به آموزش شهروندان عموما برمیگرده به وظایف اساسی دولتی و بودجه های دولتی، ولی پیوسته و پیوسته این رو ما باید دقت بکنیم در تمام کشورهای دموکراسی این رعایت بشه که یک نوعی خودمختاری و استقلالی باید در نظر گرفته بشه برای محیط دانشگاهی، برای محیط مربوط به مدرسه، که بتونن این افرادی که درس میدن و افرادی که درس میخوانند با آسودگی لازم به کار خودشون ادامه بدن. حالا که در سیستم ایران نه تنها وظایف صحیح و درست خودش رو انجام نمیده به لحاظ وضعیت دیکتاتوری موجود، فقط به عنوان نمونه خدمت عرض بکنن، بر اساس گزارش های خود دولت ایران بیش از 40% از مدارس ایران مدارس تخریبی هستن، یعنی باید اینها رو از بین برد. تنها 1/3 از مدارس سراسر ایران از شرایط مناسب و ایمنی لازم برخوردار هستند. بنابراین این پول ها و این بودجه ها کجا میره و از سوی دیگه این مداخله های روزمره که آخوندها در مناسبات درسی دارن به چه خاطر صورت میگیره؟ همه و همه نشانه های آسیب هایی هستش که در جامعه ایران نسبت به سیستم آموزش پرورش وارد میشه. حالا من این حرفی که میزنم یا این پرسشی که کردم، خب آدم میدونه، نه اینکه بی خبر باشه، خب میدونه در مستبدان چه خواهد کردن، برای بینندگان عرض میکنم. ولی نکته واقعا به همین مضحکی فرق استبداد و آزادی در کشورهایی هم که مدعی یا دموکراسی هست و به میزانهای مختلف، به هر حال اونم هست که ترفندهایی هست، احزاب همه تلاششون رو میکنن که برنامه بدن مورد پسند مردم برن اون بالا، درصدش هم ممکنه اجرا نکنن و درصد عمدهش رو اجرا کنن، درصد کوچیکش هم به موقع گرفتن حکومت اجرا نکنن، یه بحث دیگه است. اما این اتفاق تو کشورهای مستبد میفته، حکومت های مستبد، یعنی اینه که آدم خونه شد یه دوتا بنا و کارگر ساختمانی میاره میگه آقا اینجا نقاشی کن، اینجا رو بسازی، فردا که میاد سر بزنه به خونه میگیرن یا بیرونش میکنن، شلاقش میزنن، بعد میگیرن زندانش میکنن، بعد حتی اعدامش میکنن. این همینه دیگه، یعنی حکومت های مستبد با صاحب خانه ها که مردم هستن، معلم و کارگر و روزنامه نگار و همه اصناف کارگری و اینا، چون این رفتاری رو میکنن نیست؟ کاملا سعی این جامعه جامعه هستی که به طور مرتب آسیب برای اعضای خودش به وجود میاره و این آسیب رسانی از ناحیه نوع نظام مذهبی و سیاسی موجود در ایران هستش و مجموعه مکانیزم های فشار و فساد عمومی که جامعه رو فرا گرفته. فساد در دستگاه دولتی، فساد در بخش مهمی از روحانیان حاکم بر این مملکت، فساد در مناسبات اداری و فساد در محیط کارخانه و مدرسه، همه جا متاسفانه وجود دارن. و از سوی دیگه عدم رعایت نقش هر کدوم از نهادها، هر کدوم از مسئولین، یعنی به فرض کسی که به فرض آخوند هست میخواد هم فرماندار باشه، هم در حوزه درس بده، هم در محیط دانشگاهی مداخله بکنه، هم سیاست اتمی ایران رو در واقع اجرا بکنه، و بنابراین همه چیز به هم ریخته و مغشوش هستش. و در نظام آموزش ایران یک مسئله اساسی که در واقع صورت نمیگیره همون عدم رعایت استقلال و خودمختاری لازم برای مجموعه گروه های مربوط به آموزش و پرورش در این مملکت، و به همین خاطر معلمان و همچنین نارضایتی دانشگاهیان بسیار گسترده هستش. ما نسل های جدید رو بر پایه روش های بین المللی صحیح، بر پایه دستاورد های بین المللی، علمی که در سطح جهان وجود داره، دانش های خود در حوزه علوم انسانی باید پرورش بدیم و خودمون رو همیشه مقایسه بکنیم با بهترین مؤسسات و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی بین‌المللی. ما خودمون رو با گذشته نباید مقایسه بکنیم، ما خودمون رو با عربستان سعودی و به اصطلاح افغانستان و پاکستان نباید مقایسه بکنیم، ما باید در ارتباط با مجموعه نهادهایی که در آمریکا و فرانسه و ایتالیا و انگلستان هستش از اونها در واقع مقیاس بگیریم. آقای ایجادی عزیز، ببینید شما یک اشاره کردین که قیاس ایران با کشورهای پیشرفته یا هر چی که هست، اتفاقا
برخی بر این نظرن که پیش از انقلاب جریانات روشنفکری و انقلابی در ایران بیشتر ایران رو با کشورهای اروپایی و آمریکا مقایسه میکردن. مثلا بزرگترین تشکیلات مخالف حکومت پیش از انقلاب که کنفدراسیون دانشجویی ایران بود در خارج، حالا چه دستای پشتش بود نبود این بحث دیگه است، این مبنای ایرادش این بود که در ایران دموکراسی اونطور که در غرب هست نیست، بخشش هم که چپ بود میگونن دموکراسی اونطور که در شوروی و بقیه جاها هست نیست، و تمام اکثر اونها هم بالاخره رفتن پشت سر آقای خمینی و پشت سر آقای جلال آل احمد، مبصر و معلم جریانات روشنفکری و اپوزیسیون به اصطلاح از شاعر و نویسنده بگیرید تا کنفدراسیون خارج از کشور. بسیاری بر این عقیده بودم که خیر ایران رو در پیش از انقلاب که بود، همون موقع که بود، میگفتم باید با آنچه که پیشتر بود، یعنی زمان قاجار باید قیاس کرد و دید ایران از کجا به کجا رسیده با هر عیب و مشکلاتی که داشت، اما به کجا رسیده، دانشگاه های ایجاد شده بود و و و و در همین مسیر هم در حرکت و با کشورهای اطراف. این حرفی بود که الان هم گفته میشه اگر چنین مسیری رو میرن جریانات مخالف حکومت شاید یک مقدار واقع بینانه تر نگاه میکرد به وضعیت ایران و مسیری که ایران میرن و سر از زیر عبای روحانیت شیعه در نمیورد. الان شما چیزی رو که میفرمایید میگید که الان باید با کشورهای رو به پیشرفت نگاه کرد، استناد و تکیگاه و خواستگاه این قیاس چه هست، بر چه مبنایی هست آقای ایجادی؟ ببینید یک واقعیتی هستش که همیشه ما لحظه‌ای رو که میخواهیم مورد مطالبه و بر خود قرار بدیم، هم گذشته و اون لحظه‌ای که درش قرار داریم رو نگاه میکنیم و هم اون لحظه رو در ارتباط با آتیه و آینده خودش در نظر داریم و هم با مدل‌های پستر و الگوهای پایین‌تر نگاهش میکنیم، هم نسبت به الگوهای بالاتر و بهتر باید مقایسه بکنیم. منظورم چیست؟ منظورم این است که همیشه تحقیقات و پژوهش‌های ما عوامل گوناگون رو باید مورد به اصطلاح استفاده قرار بده. ببینید واقعیتی هستش که ایران زمان قاجاریه نسبت به آنچه که در اروپای زمان قاجاریه وجود داشت به شکل وحشتناک عقب افتاده بود، و این هم باز واقعیتی هستش که اون مؤسسات و به اصطلاح نهادهایی که در دوران رضا شاه به وجود آمد نسبت به دوره قاجاریه یک گام بلندی بود برای مدرنیزه کردن کشور ایران نسبت به اون لحظه‌ای که درش قرار داشت. ولی در این حال ما باید توجه بکنیم که اگر شما در واقع مقیاس خودتون رو، اهداف خودتون رو بر پایه مناسبات بین‌المللی و بهترین و پیشروترین نیروها و کشورها قرار ندید، همیشه تمایل شما به درجا زدن و یا خودتون رو در واقع این قانع کردن که آنچه که به دست آمده هرچند کوچک کافی هستش، حالا که ما باید ارزیابی هایی داشته باشیم که ناظر باشه با بهترین پیشرفت جهانی. ما ملتی هستیم با سابقه تاریخی، ملتی هستیم با هوشیاری و توانایی های نیروهای انسانی گسترده. هیچ عاملی نمیتونه مانع این بشه که این افراد ایرانی در بهترین جاها بهترین نقش ها رو ایفا بکنن. همطور که ما میدونیم در کنار ملیت های دیگه، ایرانی ها هم زمانی که در شرایط خوبی قرار میگیرن مانند کشورهای اروپایی و یا آمریکا، اینها که در محیط های دانشگاهی، چه در محیط های پژوهشی، در مناسبات اقتصادی و صنعتی نقش بسیار بنابراین در ارتباط با اون هم با این مقایسه رو با جهان امروزی خودتون باید بکنید. من این رو بگم خدمت شما که ما متاسفانه این داستان ایرانی ها که در خارج از کشور هست، جنبه دیگه از حرف شما رو من میگم، داستان ایرانی هایی که در خارج هست، شکلی که مطرح میشه انگار فقط ایرانی ها هستند که از این امکانات فراهم آمده نهایت استفاده رو میکنن، که همین طور هست. یعنی در دانشگاه ها، در مراکز علمی جهان، در ناسا مثلا مثال میزنن و
در بسیاری جاها ایرانی ها موفقن، شرایط مناسب پیشرفت کردن حتما. اما این رو هم من بگم که فقط ایرانی ها نیستن، ملت های دیگه هم هستن. حتی یک کشور کوچک زیر سلطه آقای کاسترو، آقای مارکو روبیو نامزد ریاست جمهوری است، یکی از دیپلمات های برجسته آمریکا، و صدها کوبایی دیگه در فرانسه شما بسیار هستند، از کشورهای حتی الجزایر و تونس و کشورهای فرانکوفون آفریقایی آمریکایی لاتین نویسنده های آمدن گفتن آقا در کشور خود ما آزادی نیست، مثل آقای گابریل گارسیا مارکز، بس ده ها صد ها نویسنده و درخشیدن، یعنی ملت های دیگه هستن. بنابراین من فقط این رو برای اجتناب از اینکه ما به سمتی نریم، یعنی حرف شما این نبود، مشرف بر این مفهوم نبود، ولی به سمتی نریم که چون ایرانی ها هستن، چون این نیست، همه ملت ها هستن. پرسشون وقتی این خواهد بود ایرانی ها، جامعه ایرانی که چون این خصوصیاتی داره، البته هر انسانی در شرایط مناسب قرار بگیره مساوی ممکنه بدرخشه، اما اگه پرسش بشه که علل اجاله ایرانی ها با همه هوشمندی هایی که نسبت داده میشه یا واقعیت داره یا تا اندازه واقعیت داره و همه خصوصیات تاریخ فرهنگ، همین شروع چند سالی گرفتار یک نوع حکومتی هستند که حتی در همون منطقه هم چندان مشابهی نداره، چرا همون حرکاتی رو شاهدش بودن و براش کف زدن و میزنن برخی از همین ایرانی هایی که سالهای سال بعد داعش همون حرکاتو کرده و میکنه، یا سالها بعد طالبان انجام داد. چه خواهی گفت به عنوان یک استاد جامعه؟ این با توجه به تایید نکته‌ای که شما مطرح کردید در پرسشتون، من هم موافق هستم این که فقط مسئله منحصر به ایرانی ها نیست. ما امروز در یک شرایط بین‌المللی و جهانی شدن اقتصاد و صنعت و همچنین جهانی شدن مهاجرت انسان ها و لیاقت ها و شایستگی های همه انسان ها هستیم، و بنابراین مراحل که جاهایی که کشورهایی که قدرت هایی که از بهترین شرایط، شرایط آزادی، شرایط رفاه، شرایط در واقع تکنولوژی های بیشتر و بهتر برخوردار هستند، به ناگزیر نیروهای انسانی کشورهای دیگر رو هم به سوی خودشون جلب میکنن. یک نوعی تقسیم کار بین المللی به وجود آمده و در این تقسیم کار مراکز پرقدرت و در واقع پر از به اصطلاح امکانات نیروهای کشورهای دیگر به سوی خودشون میکشن، و این بنابراین یک زیانی خواهد بود برای کشورهایی که قادر نیستن نیروهای خودی خودشون رو روش بدن و از اونها بهره برداری لازم رو بکنن. اگر ما نگاه بکنیم سالانه 150 هزار نفر ایرانی کشورشون رو ترک میکنن و میان به کشورهای دیگه و در غرب و یا در آمریکا، این برای یک کشوری مانند ایران یک در واقع زیان بسیار بزرگی هستش. این زیان چرا اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه شرایطی که وجود داره شرایطی نیست که انگیزه لازم رو برای ایرانی به وجود بیاره، و بنابراین این نیرو از دست متاسفانه میده. و بنابراین شرایط ایران شرایطی اگر باشه که از نظر مناسبات اجتماعی، اقتصادی و همچنین فرهنگی باز باشه، میتونه به نحو بهتر از امکانات کنونی استفاده کنه، نیروهای خودش رو روش بده، دانشجو و دانش آموز خودش رو در واقع با مقایسه با کشورهای پیشرفته جهانی باز هم تربیت بهتر بکنه، و سوی دیگه آینده بهتری رو برای کشور میتونه مهیا بکنه. منتهای مراتب زمانی که فساد و تنگ نظری ها و به اصطلاح نوعی استبداد مذهبی وجود داره، بخشی از این نیروها متاسفانه به هدر میره. سپاسگزار هستیم آقای جلال ایجادی عزیز در فرانسه، با سپاس بسیار. متشکرم، امیدوارم همیشه خوب و سلامت باشید، همچنین تمامی ایرانی ما در هر کجا که هستند. سپاس دوباره. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. تا لحظات دیگه. در
در طول برنامه من اشاره کردم به آقای جلال آل احمد و همینطور اشاره کردیم به اون سه آنچه که در حکومت ایران میگذره و نکاتی رو مثل بسیار دیگه از برنامه ها که نکات دیگرتری رو بهش پرداخته. من آقای جلال آل احمد که بود برای برخی از بینندگان که احتمالاً با نقش ایشون چندان آشنایی ندارن، آقای جلال آل احمد از خانواده روحانی آمده بود، همسر ایشون خانم سرکار سیمین دانشور بود، نویسنده بود که کتاب‌هایی هم نوشت از جمله صحبشون. اما خود آقای آل احمد فرانسه رو میدونست، نسبتا خوب هم میدونست، قصه نویسی و جامعه شناسی و آموزگارم بود. اما آنچه رو که دید وقتی وارد حوزه دیگه ای شد و آمد در به گفته خود آقای آل احمد و همراهان ایشون که میگفتن آزادی وجود نداره در ایران، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، حالا به اندازه حرف مشرف بر واقعیت بود، اما چرا وجود نداشت هیچ وقت مورد سوالشون نبود. چرا اون آزادی که دهه 20 بعد از اشغال ایران توسط نیروهای خارجی به وجود اومد و تبعید پادشاه ایران، فضای آزادی که به وجود اومد، چرا از درونش به طور شایسته و پایه‌گذاری استفاده نشد؟ این بحث ها رو هیچ وقت مطرح نشد که فعلا هم مورد بحث ما نیست. اما آقای آل احمد شد به مرور قدرتمندترین شخص در عرصه سیاسی روشنفکری در غیاب همون احزاب که میگفتن وجود نداره، همون نبودن آزادی مطبوعات و هرچی که بود، بزرگترین سوء استفاده رو همین افراد کردن. یعنی به روی خود مبارک خودشون هم نیوردن که نقش رهبر احزاب رو هم بر عهده گرفتن، رهبر سیاسی رو هم بر عهده گرفتن. و آقای آل احمد نهایتا مقاله نویس بودن، نهایتا قصه نویس نسبتا خوبی بودن، چند این قصه من و شاید منتقدین ادبی هم با من هم عقیده هستن بر و یک کتاز میدون شدن. حرفی هم که ایشون زد و مورد قبول حتی چپ هم بود، چپ ایران، این بود که نجات ایران که چرا باید نجات پیدا کنه و از چی باید نجات پیدا کنه و این نجات چه مفهومی هم داره هیچ معلوم نبود. در پیوند روشنفکری و روحانیت است. آقای آل احمد برای شیخ فضل الله نوری، عصای دست استبداد محمد علی شاهی، حتی روزه خون، همون شیخی که مشروطه خواهان، حالا با اعدام مخالفیم اما محاکمه کردن، به دار زدن، مقابل مشروطه ایستاده بود، مقابل آزادی های مطلوب و مورد طلب مردم ایستاده بود و مورد ستایش آقای خمینی هم قرار گرفت، آیت الله خمینی. آقای آل احمد از ستایشگران بیدریقش بود و سرانجام فرمول آقای آل احمد موفق شد، شد پیوند روشنفکران و روحانیون، هم از کنفدراسیون و بقیه و آیت الله خمینی و بقیه بیهوده نبود. در کنار آقای خمینی ما آقای یزدی رو میدیدیم، آقای بنی صدر رو میدیدیم و بسیاری دیگه رو، آقای قدزاده رو و بسیاری و بسیاری شاعران چپ و راست همه ستایشگر آقای خمینی شدن، بدون اینکه بپرسن این جمهوری اسلامی چیست، چه خواهد بود. افراد معتقد مذهبی به آیت الله خمینی رو حرجی نبود، اعتقاد داشتن، مرجع تقلید است و پیروی کردن. این نکته رو من گفتم در مورد آقای آل احمد برای برخی از بینندگان که نمیدونستن، چون عادت من هست، شیوه من هست، کسانی که اسم میبریم مختصری اطلاعات بدیم. این رو هم بگم، پوزش میخوام، من وعده داده بودم پنجشنبه ها از برنامه پیشین به خبرهایی میپردازیم که کمتر در جریان پرداختن رسمی به خبرها مورد توجه هستند و خواهیم شکاف اون خبرها رو. و اما امکان سفر این عمل کردن به وعده رو از من گرفت، این شماره امیدوارم در شماره بعد چنین کنیم. خواهید بخشید. براتون روزگار خوشی رو آرزو میکنم، با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری کوساران دراک و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته.